با نزدیک شدن دور دوم تحریم‌ها علیه رژیم ایران، آمریکا تلاش می‌کنه تا کلیه روابط مالی این رژیم رو قطع کنه. هدف اصلی هم قطع رژیم از سیستم بانکی سویفته. تحت المجهر تضع الإدارة الأمريكية نظام سويفت المصرفي. دولت آمریکا قاطعانه می‌خواهد تا رژیم ایران با سویفت رابطه نداشته باشد. این سیستم بانکی پیام‌ها و اطلاعات را میان بازاریان و بانک‌های جهان تبادل می‌کند. شبکه سویفت بر اساس آمار سال گذشته نزدیک به 11,000 بانک را شامل شده و 28 میلیون تبادل بانکی را انجام داده است. ناظران میگویند تحریم‌های آمریکا بانک مرکزی رژیم ایران را هدف قرار خواهد داد و نظام سویفت انتقال اطلاعات و تبادلات مالی این رژیم را قطع خواهد کرد. همزمان با تلاش‌های آمریکا، اروپایی‌ها اصرار دارند که رژیم ایران با سیستم بانکی جهانی ارتباط داشته باشد، امری که باعث می‌شود اروپا در مقابل گزینه‌ای سخت قرار گیرد، یا اینکه به طور مستقل عمل کند یا اینکه در مقابل آمریکا تسلیم شود. رژیم ایران نیز با قطع شدن از نظام سویفت ضربه هولناکی به اقتصاد فروپاشیده‌اش وارد می‌شود و بعد از اجرای شدن مرحله دوم تحریم‌ها نیز ضربات شدیدتری در انتظارش هست. در حال حاضر بیش از 9700 بانک و مؤسسه مالی در 209 کشور جهان عضو سویفت هستند. در سال 2018 به طور روزانه بیش از 28 میلیون پیام از طریق سیستم سویفت در جهان مبادله شده است. مرکز اصلی شبکه سویفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌کند. کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند.